به نام خداوند جان و خرد. برنامه امشب ما اختصاص داره به فیلم خیلی خوب گیلدا، با کارگردانان این فیلم و بازیگر نقش اصلی این فیلم مهناز افشار گفتگو کردیم. با همین برنامه رو ببینیم. همونطوری که گفتم با دو تن از کارگردانان یک فیلم بسیار خوبی که صحبتش کردم برنامه امروز ماست. کارگردانان فیلم گیلدا. خیلی خوش آمدید کیوان علی محمدی. خیلی خوش آمدید امروز بنکدار. خیلی ممنون. یک صحبتی با دوربینا بکنید. دوربین جلو. سلام میکنم خدمت مخاطبای برنامه کافه آپارات و امیدوارم که گفتگوی خوب و جالبی داشته باشیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای جیرانی، بقیه دوستان. همینجا اعلام بکنم جای دوستمون علی اکبر حیدری هم خالیه که اونم خیلی سهم مهمی تو این فیلم داره، ولی به دلیل شرایط کرونا ترجیح میده خیلی تو فضای عمومی حاضر نشه. من امید در حقیقت در خدمتتون هستم. آقای علی کبیر سناریسته، یعنی در بازیگر سناریستی کارتون هستن دیگه؟ بله بله، ما در حقیقت از فیلم ارغوان یک نفر سوم هم به تیممون اضافه شد که شدیم من و امید و علی، که ارغوان، گیلدا و سینما شهر قصه نتیجه. سینما شهر قصه امیدی نداشتی؟ امید ساپورت میکرد از پشت سر تیم. اون اسم تو حیدری بود. بله بله، به دلیل شرایطی که بود خیلی اتفاقا اگر مجموعه کلاکت های فیلم سینما شهر قصه رو نگاه کنن دوستان، اسم کارگردان اصلا توش نداره، چون اسم امید نبود ما اسم کارگردان اصلا نزدیم تو کلاکت. امیدوارم همیشه با هم باشین و اون یکی استثناء باشه. بله مطمئنا همین، چون من اون فیلمم دیدم، فیلم خوبیه. خب این گیلدا چقدر با تاخیر اکران شد؟ چرا اینقدر با تاخیر؟ علتش چیه؟ والا علت بعد از کسانی که این تأخیر رو ایجاد کردن پرسید، ولی من خیلی خلاصه میتونم بگم که ما خیلی دیر و خیلی دشوار تونستیم به پروانه نمایش برسیم و وقتی که به پروانه نمایش رسیدیم در واقع یک دوره از جشنواره کامل گذشته بود، یه سری فیلم های دیگه در واقع ساخته شده بودن، اومده بودن پشت صفحه در واقع اکران، برای پخشش مشکل داشتیم، برای اکرانش مشکل داشتیم و بالاخره تا این شرایط کرونا به وجود اومد و ما تصمیم گرفتیم که فیلمو به شکل آنلاین اکران بکنیم، برای اینکه به هر حال سرمایه‌گذاری و زحمت‌های واقعا خیلی زیاده. یه تیمی پشت این فیلم بود که ما خیلی اصرار داشتیم که این دیده بشه و یک جای بازتاب پیدا کنه. مشکلی که به شما گرفته بودم فیلم چی بود؟ تاریخ رو برای که به ثبت کنیم. بله، ما لحظه که تقاضای پروانه نمایش کردیم افتادیم در یک چرخه عجیب و غریبی که بزرگترین بحرانی که داشتن با قصه یکی بود که مرتضی اسماعیل کاشی و مهناز افشار، برادر ترانسکشوال، انگای عجیب و غریبی زدن، اینکه این میتونه تحریک کننده باشه، این پسر میتونه باعث همدردی و همدلی مخاطب بشه و از اون ور اگر باعث همدلی بشه ممکنه بعد از دیدن این فیلم مخاطب تصمیم بگیره بره تغییر جنسیت بده. یعنی به نظر من انقدر درک نادرستی از این چیزا هستش. همین قصه مرتضی اسماعیل کاشی، دیدید این اصلا قصه رنگش سیاه و سفید نبود، به دلیل اینکه گفتن این تحریک کننده است ما مجبور شدیم سیاه‌سفید کردیم، یه سری از پلاناشو مجبور شدیم در آوردیم، یه سری نویزای موبایل انداختیم که یه سری از دیالوگا رو بتونیم بپوشونیم، یک سری از پلاناشو مجبور شدیم بلو آپ کنیم که باز در حقیقت مسئله ساز بود.
این دوتا قصه بزرگترین بحران و این که میگفتن این فیلم خیلی چیزه، میخواد بگه در طول تاریخ به زنها تو این مملکت ستم شده و ما حالا یک زمان طولانی رو رفتیم و تلاش کردیم دونه به دونه این دوستان رو قانع بکنیم و حالا نمیدونم شاید گفتن این حرف درست باشه یا نباشه، ولی حالا من میگم به ما گفتن آقا یکی از اعضای پروانه نمایش خیلی به حرف خانم بهنوش بختیاری گوش میکنه و بگید خانم بهنوش بختیاری این فیلم رو ببینه و از ایشون خواهش بکنه، و ما یک شب خانم بهنوش بختیاری اومد و این فیلم رو دید و تماس گرفت گفت آقا من بهتون قول میدم این اینجوریه، این شخصیت ترانسکسوال اینجوریه اونجا. یعنی میخوام بگم ببین چقدر بازی پیچیده میشه که اصلا دست ما خارج میشه. حالا ما میریم پروانه نمایش میگیریم، وارد مقوله جشنواره فجر میشیم، باز اونجا به صد میخوریم و یه دادیم به جشنواره شما این فیلم. بله در حقیقت ما فیلم رو دادیم به جشنواره و دوستی که من اونجا راستش رو بخواین تو دفتر جشنواره با این دوست اولین برخورد ما با دعوا شد، به دلیل اینکه ایشون گفت من خواهش از تو میکنم تو خودت این فیلم رو از جشنواره خارج کن. منم گفتم این کارو نمیکنم. گفت من مطمئنم این فیلمو ما بذاریم تو جشنواره مهناز افشار سیمرغ بلورین رو باید بهش بدیم، ولی واقعا نمیتونیم این فیلم رو پخش بکنیم، خواهش میکنیم خودت فیلم رو از جشنواره. که من گفتم من خارج نمیکنم، شما رد کنید فیلم رو، اجازه بدید هیئت انتخابتون رد کنه جای در حقیقت ثبت بشه. البته این دوست به من گفت من بعدها هر کمکی ازم بخواید و کمک کرد، چه سر سینما شهر قصه، چه حتی تو حل کردن مشکلات گیلدا و حتی تو این فیلم جدیدی که میخوایم بسازیم. اسم این دوستم من میارم آقای دکتر داروغزاده. من برام این تعجب کردم که در واقع قبل شما گفتین، چون ایشون معمولا آدمی اهل ریسکه و حالا دیگه فیلمه مال دو سال پیش این جشنواره پارسال نه پیارسال نه پیارسال بله سال قبل‌تر بود. بله بله دقیقاً. آره که در واقع چیل شده برای مخاطرات گذراندین دیگه خیلی. و اینکه اگر دیدین امید تو سینما شهر قصه نیست، نتیجه تمام سختی‌هایی که تو این فیلم تحمل دیگه رفتم فرار کردم. بله دیگه رفتم خونه نشستم به نقاشی کردم. من امیدوارم واقعا هیچ فیلمسازی با این سوال روبرو نشه که وقتی ما رو نمیخوان برای چی باید تلاش بکنیم. ما توی مقطعی دچار این سوال شدیم، وقتی ما رو نمیخوان برای چی باید فیلم بسازیم؟ وقتی ما رو نمیخوان، وقتی ما رو پس وقتی میزنن، وقتی شما نمیخوان یعنی چی؟ جیرانی مگه باید مسئولین شما رو نه اصلا بحث مردم شما رو ببینید آقای جیرانی. شما وقتی فیلم میسازین حساب کنید که من لحظه که میخوام با امید یه فیلم نامه آیا پروانه ساخت میگیریم یا نمیگیریم، و آیا بعد از اینکه پروانه ساخت گرفتیم میتونیم جذب سرمایه بکنیم یا نه، آیا وقتی که ساختیم میتونیم فیلمو بیاریم به جشنواره، چون فیلمای ما به هر حال یک سبک و سیاق خاص خودشو داره، میتونه که جشنواره برای سکوی پرشی باشه، آیا وقتی که رسیدیم به جشنواره ما رو میپذیرن و بعدش آیا ما میتونیم یک اکران خوب بگیریم یا نه، آیا ما وقتی که اکران گرفتیم آیا میتونیم بیلبورد بزنیم. شما همین الان عکسای مهناز افشار و مرتضی اسماعیل کاشی تو در حقیقت بیلبوردهای این فیلم نیست تو سطح شهر. خب شما چی کار باید بکنید به یک فیلم سازی بگید نباید تو این کشور فیلم بسازید، ما نمیخوایم تو رو ببینیم. ببین ما تمام تلاشمون رو کردیم، ما از دوران فیلم کوتاه، مستند، فیلم سینمایی، آقای جیرانی تمام دوستایی که با من امید کار کردن هیچ موقعش بحثشون بحث مالی نبود، چون تو فیلم های ما هیچ موقع پولی وجود نداره، بحثشون این بود که بریم یک فیلم خوب کار کنیم که بتونه این فیلم خوبه یک تأثیری بذاره. چه جوری میتونی وقتی تو پیام میدی به هر کسی که با من امید کار کرده که آقا تو کار بکنی ما تو رو نمیبینیم، تا ما تو رو ندید میگیریم، خب از یک جایی تو عملا این فیلم سازو چی پیام میده؟ آقا وقتی که شما فیلم وقتی که قراره تو جشنواره دیده نشه، وقتی که مثلا میگن آقا قرار اگه ما بذاریم این جایزه میگیره مهناز افشار ولی نمیتونیم، خب خود به خود این شک رو شما تو دیگران ایجاد میکنید. یعنی میبینید وقتی که فیلمای ما در واقع نه اکران درستی میگیره به دلیل اینکه تفاوت داره، فقط به گناه تفاوت نه اکران درستی میگیره، نه توی جشنواره درست دیده میشه، نه حتی گاهی انتخاب میشه. من نمیگم که حتما جشنواره موظف فیلمای من کیوان انتخاب کنه، ولی این توقع رو دارم که با عدالت و بر اساس اصول کیفی ساختار سینمایی انتخاب و شکل بگیره، نه بر اساس مصالحی که در روزها و ماها و سالها تغییر میکنن. و خودتون شما میدونین تو جشنواره بارها و بارها به یک فیلم های توجه میشه به دلایلی فرامتن از ساختار و داستان و کارگردانی و شکل روایت فیلم، یا به یک فیلم های بی توجهی میشه به دلیل تمام همین پارامترهایی که عرض کردم خدمتتون. و خب مثلا چه میدونم من مثالی بزنم، ما فیلم شبانه روز دومین فیلم من امید بود، بله دیدمش، ترکیبی از بهترین بازیگران این مملکت، فیلمی که با نگاتیو ما با 4 رنگ کار کردیم، اون موقع دوربین دیجیتالی نبود، اسکنی نبود، خیلی پروسه پیچیده‌ای بود. آقای جیرانی شاید براتون جالب بعد از این همه سال من اینو بگم. یک روز یک دوستی اسم میارم، آقای مسعود احمدیان،
با من امید تماس گرفت. ما از فارابی. بله بله. من امید کپی فیلمو داده بودیم هیئت انتخاب ببینه. آقای احمدیان تماس گرفت. گفت کجایید؟ یه کپی از فیلم بیارید هیئت انتخاب ببینه. گفتیم ما تحویل دادیم. گفت بچه‌ها دبیر جشنواره فیلمو گوشه تو کمد در کمدو قفل کرده که هیئت انتخاب امشب باید لیست فیلماش رو اعلام بکنه. شما فقط 2 ساعت وقت دارید تا فیلمو بیارید. حساب کنید اون موقع باید برید کپی VHS بکشی. دویدیم کپی VHS آماده کردیم، خودمون رو رسوندیم تا هیئت انتخاب فیلمو ما رو دید. دبیر جشنواره کی بوده؟ آقای شاه حسینی. آها اون تاریخ بوده. بله. بله. من میگم که خب این خیلی پیام واضح و مشخصیه دیگه که خب نه دوره‌های مختلفه. اگه اون دوره نبین تو در دوره‌های مختلف کار کردی، همین که دوام آوردی به جفت رو تبریک میگم. جنس فیلم‌های شما جنس فیلم‌های سختیه و به هر حال اکرانش هم سخته، ولی دوام آوردی جفت. ما به اعتبار دوستامونه، ما یک سرمایه داریم که دوستای پشت دوربین و جلوی دوربین. ما صادقانه، من بعضی وقتا برای هنرجوام سر کلاس این رو میگم، میگم ساده ترین راه تو این کشور پول جور کردن و فیلم ساختنه. خیلی ساده است. اون چیزی که هست ایده، ساختار، فرم، روایت، اوناست که مهمه. شما اگر برسید به این چیزا، آدمهایی هستن به شما کمک کنن. ما هیچ موقع در مورد فیلمامون این بحثو نداشتیم که فلان هنرپیشه بگه من آ تومن میگیرم اگر ندید نمیام. شما میدونید ما همیشه با بهترین هنرپیشه های این کشور کار کردیم، چه جلوی دوربین چه پشت دوربین. تنها دلیل این بوده که سعی کردیم دوستانه رفاقتانه یک فیلمنامه رو بنویسیم با تمام وجود با تمام عشقمون به بچه‌ها ارائه بدیم و بچه‌ها کمک کنن. اگر یک روزی بچه‌ها کمک نکنن دیگه ما نمیتونیم فیلم بسازیم. نه به حال شما به حال هم اینقدر قدرت توانایی خودتون باعث شده که بچه‌ها بهتون کمک کنن. این نکته خیلی ظریفیه در مورد شما و مسیری که طی کردید. فیلم آخر تو این نشون میده. برای اینکه می‌خوام یه بازیگر رو معطل نگه نداریم پشت خطمون، من از یک سوال بکنم بریم اون بازیگر خوب رو هم بیاریم. اینکه یک بازیگر تمام نقشای زن قصه رو بازی کنه از اول تو نگارش فیلمنامه بود؟ راستش رو بخواین فیلم گیلدا نسخه گسترش یافته و کامل شده یکی از فیلم‌های کوتاه من و کیوان به اسم عشق تنهاست و از پنجره کوتاه به بیابان‌های بی‌مجنون می‌نگرد. این ببخشید اسم طولانیه ولی از یکی از شعرهای فروغ فرخزاد اومده. ما در واقع کانسپت اون فیلم کوتاه هم همین بود، یعنی در واقع یک بازیگر با 3 تا گریم در 3 تا کاراکتر مختلف. و ما با موقعی که تصمیم گرفتیم این فیلمنامه رو بنویسیم، چون ما معمولاً از همون اول از موقع نگارش فکر می‌کنیم که این کاراکتره در واقع به چه کسانی، به کدوم یکی از بازیگرها میاد و یه لیستی آماده می‌کنیم که خب حالا به فراخور این که کدوم یکی از این بازیگرها فرصت داشته باشه، نقش رو دوست داشته باشه، فیلمنامه رو دوست داشته باشه، تمایل به همکاری، همه اینا در واقع بتونیم همکاری کنیم. من و کیوان متفق القول بودیم که به دلیل سابقه همکاریمون با خانم افشار، با وجود اینکه با یه عالم بازیگر درجه یک سینما و تئاتر و تلویزیون ما همکاری داشتیم، خانم افشار بهترین گزینه است برای این نقش به دلیل انعطافی که چهرهش داره، به دلیل توانایی که توی تیپ سازی داره و به دلیل این که مثل خودمون ریسک پذیره، یه کمی دیوونه است، اهل ریسک، ریسکای وحشتناک. ما خیلی دیوونه تریم البته، ولی واقعا دیوونه از جنس به در واقع به معنی مثبت دارم میگم، که حاضره در واقع شیرجه بزنه. و خودشون هم میگفتن که من با این فیلم یا بعد بازیگری رو ببوسم بذارم کنار یا خیلی یه دفعه میپرم و اینا، که متاسفانه این فیلم انقدر دیر دیده شد که اون امکان پرشه. پس سوال من این بود که از اول شما فکر کرده بودید که یک بازیگری؟ بله بله بله. و به مهناز افشار هم رسیدید که فکر کردین توانایی؟ اصلا امید همون لحظه اول گفت مهناز. خانم افشار اینجان. خانم افشار سلام عرض می‌کنم، حالتون چطوره؟ خوبی خانم؟ سلام، خیلی ممنون. من خیلی خوشحالم. فکر میکنم آخرین بار که من و شما صحبت کردیم سر فیلم قسم بود اگه اشتباه نکنم، و از اون زمان چند ماهی گذشته و من خب چند ماه که الان نزدیک به 2 ساله که در خاک وطنم نیستم، ولی خیلی خوشحالم که امروز به مناسبت یک فیلمی که خیلی دوستش دارم همراه با شما که خودتون میدونین در کجای قلب من جا دارین، آقای جیرانی و امید و کیوان که از دوستان قدیمی و کارگردان‌های مورد علاقه من هستن، امروز در خدمتتونم. سلام هم میکنم به همه بچه های پشت دوربین، جلو دوربین، چپ راست، هر جا که هستین. مهناز عزیزم،
اولا که یه خورده دیوونه ای خیلی خوبه. مثلا گفتن یه خورده دیوونه ای. من میگم تو بیشتر از یه خورده دیوونه ای تو. آره. با این دیوونه که همه دوست دارن خیلی خوبه. خیلی فیلم خوبی بود مهناز. خیلی فیلم خوبی بود. من به کارگردانات هم گفتم. خیلی فیلم سختی بود برای تو و بازی بسیار خوبی بود. نقش‌های متفاوت بود و شاید تو کارهای تو یک کار بسیار متفاوتی بود و بسیار دوست داشتنی. خب خیلی ممنون. موقعی که فیلمنامه رو بهت دادن، فیلمنامه همین بود که بازی کردی یا تو ساخت عوضم شد؟ کیوان و امید اصولا جز اون کارگردانایی هن که به نظر من، البته چیزی رو که می‌نویسن در نهایت خیلی تغییر نمی‌کنه. یعنی واقعا توی دورخونی ها بعید یعنی اگه اشتباه نمی کنم بعید می دونم شاید در حد شاید یک کلمه که اونم خیلی به ندرت پیش میاد. به نظرم حسابی اون روتوش نهایی رو خودشون میکنن و بعد میدن به عوامل فیلم. این احساس منه، یعنی دقیقا همون چیزی بود که من خونده بودم. برخلاف مثلا حالا یه فیلم آخری از من که اکران شد، ما تا زمانی که خوندیم و بهمون پیشنهاد دادن و تمرین کردیم و اومدیم و تا توی لوکیشن نشستیم و مونتاژ شد، کلا هر دفعه تغییر کرد. خلاصه این که نه، واقعا همون بود. فقط یه جمله بگم، شما گفتین متاسف هستین که این فیلم دیر اکران شد. الان امید داشت میگفت که مهناز گفته که یا با این فیلم یه میپرم یا بعد ببوسم. فکر کنم که انقدر نذاشتن که پریدم، یه جوری پریدم که از وطنم رفتم تا این حد. حالا انشالله که چون تو فیلم مطرح شده و چقدر فیلم مناسبت خوبی داره که گفتگو کنی و مشکلت تو فیلم حل کنی، مشکل گیلدار حل کنی، اینجا هم باید گفتگو کنی مشکل حل شه. حالا اون میرسیم به اون موضوع. خب امید و کیوان، این تفاوت نقش‌ها رو که مهناز داره بازی میکنه، از در واقع اولی که گلی هست، بعد در واقع مولوده، بعد نرگس اگه اشتباه نکنم اسم‌ها رو، این تفاوت‌ها رو با هم صحبت کردید سر اجرا یا نه؟ تو اجرا این راجبه این تفاوت‌ها صحبت کنید تا خودشم بسازم. چشم. اپیزود اول که در حقیقت بخشش بر اساس دورخونی یکی از فیلمنامه‌های آقای بیضاییه، اصلا ما پلان‌هایی رو از فیلم آقای بیضایی از شاید وقتی دیگر و سبکشی انتخاب کردیم و با مهناز دیدیم. حتی پلان‌ها رو عکساش رو کپچر کردیم که فیگورایی که میگیره عین مجده شمسایی در فیلم آقای بیضایی باشه، استفاده از عینک. یعنی دوست داشتیم کامل تداعی کنه که این بازیگری که داره اینا رو تو ذهنش تخیل میکنه داره مابعضاش رو میبینه. قصه دوممون که در حقیقت کاراکتر مولود بود، در حقیقت یک دوستی بچه های منتقد، خانم سحر اسرارزاد، چون به زبان ترکی ایشون مسلط هستن، ایشون اون غیر از اینکه با خانم افشار تمرین کردن و تمام دیالوگ ها رو با لحن ترکی برای ایشون خوندن، سر صحنه هدفون تو گوششون بود و پلان به پلان اوکی رو ایشون اعلام میکرد از نظر نحوه بیان جملات. تو اون قصه ایم که روبروی حمید پگاه بود، من یادم برای بله نرگس، برای بچه‌ها مثلا هم برای حمید هم برای مهناز یادم به یک دو تا مقاله که تو اندیشه پویا در مورد یک شخصیتی بود که ما در حقیقت این شخصیت مرد رو هم از اون گرفته بودیم، و کتاب یک فنجان چای بی موقعی آقای فتانت رو دادیم، گفتیم بچه‌ها بخونید میتونه کمک کنه از نظر فضایی، و قصه شفیع جم که باز یک شخصیتی که خیلی دور بود از چیز مهناز، به نظرم اون تو هم خیلی پسندیدن بازی مهناز رو. ما می‌خواستیم یک شخصیتی باشه که تماشاگر فکر کنه که این چرا اغراق داره در رفتارش و این چه جور دختر خیابونیه، در حالی که ما در پایان قصه متوجه بشیم این بدبخت اصلا تازه کار، اصلا بلد نیست، هیچ درکی از این فضا. بله دقیقاً. و اون یکی شخصیت هم که دیگه گیلدا، یک سوپر استار سینماست که مشکلات زندگی خودش رو داره، و ترکیب اینا رو واقعا تو دورخونی تو تمرینا خیلی روش صحبت کردیم، چون ما زمان فیلم برداریمون به دلیل اینکه بودجه‌هامون محدوده سعی می‌کنیم اونو فشرده کار کنیم. ما گیلدا رو تو 22 جلسه کار کردیم و قبلش فقط تمرین و دورخونی و گپ و گفت بود. تو توضیح داری در این مورد؟ نه کافیه. مهناز عزیز، وقتی که قرار شد بازی کنی وحشت نداشتی؟ صداتونو یه لحظه نداشتم، یه بار دیگه به من بگی. میگم وحشت نداشتی از ایفای چی این نقشی که تفاوت‌های مختلفی داشته باشی و سعی کردی و اینکه در واقع چگونه اینا رو در بیاری؟ خب قطعاً وحشت داشتم. وحشتم زمانی بیشتر شد که بچه‌ها به من گفتن برای هر نقش 2 الی 3 روز بیشتر فرصت نداری و برای تغییر و سویچ به نقش بعدی هیچ آفی هم نداری و فردا باید آماده بشی برای اون.
خب طبیعتاً یکم ترسناکتر شد برای اینکه حالا شما منو می‌شناسید، من خیلی بازیگر نیستم به اون شکل، به هر وقت در اون نقش فرو میرم و میام بیرون راحت‌تر این هر دو بعدش برام شکل میگیره، ولی واقعاً این تعدد شخصیت و فاصله کمی که باید برای تغییرش در لحن، چه در گویش، چه در پوشش و چه در بازی بدنش یا هر چه که بود، واقعا خیلی قضیه رو سخت‌تر می‌کرد. ولی من خب عاشق همه این دیوانگیام و واقعا نتیجه اونقدر برای من رسیدنه اونقدر مهم نبود که این مسیری که داشتم طی می‌کردم حال منو خوب می‌کرد. من در یک دوره خیلی سخت و خاصی در زندگی شخصیم بودم تون تعداد روزی که بچه ها گفتن و حتی الان گفتن که ترکی به یه شکل تمرین میکردم و آلمانی، خب به هر حال در اون زمان پدر لیانا بابت موضوعی که پیش اومده بود براش در اون جایی که بود تلفنی با من تمرین زبان آلمانی میکرد و در گویش و لحن من بچه ها یادشونه خیلی به من در اون تایم کوتاه تلفنی که آدم ها میتونن حرف بزنن تمام مدت در این بخش با من همراهی کرد. و میتونم حالا یک چیز جالبتر بهتون بگم آقای جیرانی، من فیلم رو دیدم و عجیبه به بچه ها گفتم، احساس کردم که در اصل مثل زندگی خودمه، تمام اتفاقاتی که توی مدت برای من افتاد انگار چند سال پیش پیش بینی شده بود. خیلی عجیب بود برام. حالا بریم جلوتر. اتفاق افتاده خانم افشار، اتفاق اون زمان که در واقع تو بخشی از خودت رفته تو نقشا و این خودت نخواستی و یا خواستی بخشی از خودت رفته تو همه نقشا، در واقع این بخشی از خودت داره وجود داره و من اینو حس کردم در توی نم، و شاید به همین شده که فیلم اون نقشا رو تبدیل میکنه به اینکه ما بفهمیم گیلدا داره بازی میکنه، گرچه تو جست آخرم میای که همه اونا رو تکرار بله. میکنی، ولی این حس رو ما داریم. من از اولی صحبت کنم، از در واقع مولود صحبت کنم، یک زن سنتی دیده بودی چه این زنی رو چقدر خوب در آمده بودیم. یه چیز جالب بهتون بگم، من با اجازه کارگردانای عزیزم این فیلم رو برای چند تا از دوستای آلمانیم گذاشتم اینجا و اینا خیلی شوک شده بودن که شما اینقدر زنهای مختلف تو کشورتون دارین. گفتم دقیقا داریم، اینا هر کدوم بخشی از زنهای ما، تازه بخش اندکی از زنهای ما در تاریخهای مختلف و متفاوتی در سرزمین ما هستن. نه آقای جیرانی، برای من دور نبود. من دقیقا یادم وقتی 14 ساله بودم یه همسایه داشتیم که یه خانم ترک تبریز بود و اینقدر این زن خوشگل بود که من روزا صبح بیدار می‌شدم فقط یه تامی بیدار می‌شدم که اون خانم رو صبح ببینم داره خونه میره بیرون بچه 2 سالش رو ببره مدرسه، با یک چشمای سبز و اصلا یک پوست سفید. و همیشه یه وقتایی هم میشنیدم که مثلا با همسرش که صبح دارن میرن یکم با لحنه با اون لحجه شیرین ترکی مثلا داره بحث میکنه. حالا این یه نمونهش بود با یا بقیه شخصیت ها رو شما منو میشناسید، من خیلی فرار نمیکنم از جامعه، همیشه خیلی تو جامعه بودم، برای همین تک تک اونا برای من خیلی نزدیک آشنا بودن. من این سوال از کارگردانان بکنم، این مولود چقدر دیالوگای طرف مقابل، یه نکته بگم، فیلم مردها هم هست ها، یعنی من بازی بسیار خوبی در مردها دیدم و چون قصه مردها هم شکل میده دیگه، در واقع چه قصه حامد کمیلی، چه قصه اون دوستی که مقابل مولود بازیگر سیاوش مفیدی و چه بقیه دوستان مثل پگاه اینا، اون سیاوش مفیدی دیالوگ نویسی بسیار خوبی داده و چقدر راحت شما مسئله زن دوم مطرح کردید، چقدر خوب. و این نکته رو بگم که اون تیکه بسیار تاثیرگذاره و بازی مهناز هم خیلی خوبه، وقتی میفهمه و بدون اغراق متوجه میشه داستان چیه، اتاقی که قراره که حالا یک زن دیگه بیاد تو اون اتاق و مدتی زندگی کنه، تلخ نیست؟ کی قراره جواب بده؟ از تو پرسیدم، تلخ نیست؟ برای یک زن تلخ نیست که یک مرد اینقدر راحت بگه که من یک زن دیگه میخوام بیارم تو خونه؟ به خصوص وقتی زنی که مجبور هستش که در این خیانت یا در این تقسیم احساس همچنان شریک بمونه قطعا خیلی سخت زنه. خب ما خیلی زنها رو ممکنه بدونیم که مواجه بشن با این موقعیت و اون صحنه رو ترک کنن خب و واگذار کنن صحنه رو به رقیب،
واقعتش مولود برای من الان که حرفشو میزنم دوباره حالم بد میشه آقای گرانی، مولود چاره ای نداشت جز موندن. این همون زن، ما کلمه نجیب به کار میبریم ولی اصولا زنی است که بزن به نظر من به زن ستم دیده بودن و مجبور بودن و ساختن در فرهنگ ما همیشه بوده و به نظرم همچنان هم هست. خیلی غم انگیز بود زندگی مولا. نجیب به کار نبریم چون واژه نجیب برای زنهای دیگه هم به کار برده میشه، یعنی زن سنتی که مجبوره بله. تحمل کنه قضیه چیزا رو. بله آره. نجیبا بذار درستش کنم که یه وقت نمونه. نجابت به معنای اصولا تفکیک نبود که بخوام بگم نجابت یک کلمه است با یک تعریف مشخص، به معنای پذیرش یک اجبار. بله و بله. اینکه خب و تو عکت بیرونی نداشته باشی، فحاشی نکنی یا حق طلبی نکنی، این بعضی وقتا برای بعضی آدم‌ها به نظر من به ضرره. یعنی من این نجابت رو اتفاقا تشویقش نمی‌کنم، این جزی از نجابته که میتونه به این غم و به این درد ختم بشه. و البته اینم بگم، یه چیزی هم بگم، شما در مورد بازیگرای مرد گفتین آقای جیرانی، تمام آقایونی که روبروشون بازی کردم بی اغراق، اگر هر کدوم از اونها اینی که بودن نبودن، قطعاً برای من حداقل به عنوان بازیگر زن هیچ اتفاقی نمی‌افتاد، چون بسیار با من همراهی کردن. یه چیزی آقای جیرانی، اتفاقاً بهناز سیاوش اون لحظه که عصبانی شده بود، مهناز گفت من فکر کردم میخواد بزنه واقعا منو. خیلی خوب بازی کرد. سیاوش چه نقش بازی هایی کرده؟ من چون یک کمی حافظم ضعیف. سیاوش سینما شهر قصر هم با ما کار کرد که در حقیقت دوست حامد کمیلی بود که عشق داریوش و اینا بود. سیاوش دوست دوران مدرسه منه، ما دوم دبیرستان با هم بزرگ شدیم اومدیم و ما یه مدتی بینمون یک دوری و فاصله بود، دوباره با هم همدیگر رو پیدا کردیم و خب نتیجهش فعلا گیلا و سینما شهر قصه است. خب من این سوال رو به پگاه بکنم. پگاه سیبیل داره و در واقع مشروب میخوره. اگر نقش مقابل نرگس روسری داره، روسری شکل سازمان مجاهرین داره، یه خورده به هم نمیخورن ها. اتفاقا میخوای تو بگی؟ نه اتفاقا چون این شخصیت رو ما در حقیقت گفتم از یک مقاله و یک کتابی، اتفاقا این یک موقعیت نمایشی، یعنی یک موقعیتی بود که واقعا اتفاق افتاده بود که این دختر وقتی از زندان میاد بیرون و با این آدم قرار میذاره تو مطلب شده، این اصلا میگه که دیدم ماشین کاماروی قرمز رنگ داره که میگه این ماشینه با این پیتزایی که ما داریم میخوریم با اون شعارهایی که تو میدادی نمیخون. تو قبلا در مورد اما تو تصاویری نقاشی شدی آتق، تصاویری که شکل نقاشی آخر بود بازم با همین گیریم بود. بله 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 تو این گیریم بود، اگه باید اونجا این گیریم نبود نمیبود دیگه. آقا به هر حال این در حقیقت گیلدا داره چون اینا رو تخیل میکنه، یعنی رفتی جز تخیل. بله بله دقیقاً. به خاطر همینم هم شما تو همون قصه هم که اگر مثلا مطمئنا دیدین میز اینا ظاهرا تو مقطع قبل انقلابه ولی میزای دیگه همه درسته، یعنی موبایل بله و بله. امروزه چون این بازیگر داره تو ذهن خودش اینا رو تخیل میکنه، خیلی میزای دیگه رو کاری نداره، داره میز خودش رو تخیل میکنه. یه دیالوگ هم داره که مهناز اونجا میگه که آرماناتو با لباسات عوض کردی یا چک اولو که خوردی از تو سرت بله. افتاد بیرون بله. چون در واقع با لباسایی که مهناز داره، یعنی ست نرگس داره که روسری داره، ما رو میبره به سازمان مجاهدین بله در واقع بله. با ترکیبی که اون یه آدم بیریشه که سری رنگ عوض کرده اینا. چقدر قصه تلخیه، قصه سی روز عاشقی که مرده کشته شده و مردی که خیانت کرده، چه قصه تلخی بود این قصه. یادت این قصه سی روز داری فکر بله. میکنی؟ خیلی تیکه خوبی بود، یعنی این داستان سی روز که گفته شد که در واقع عاشق تو بوده، خواستگار نرگس بوده و در واقع نتونسته و مقابلت که اسم نداشت قهرمان مقابل دیگه. همایونه تو فیلمنامه اسمش همایونه ولی تو قصه چون گفته نمیشه، ولی تو فیلمنامه همایونه. یه چیزی اگر رو گیت بزرگ، یعنی رو پرده سینما این فیلمو ببینیم، تو اون لحظه که مهناز این اطلاعات که بهش میرسه، ما این گیت رو از 1:85 تبدیلش میکنیم به 1:33 که مثل اینکه این اصلا این داره له میشه این شخصیت. تو پرده بزرگ خیلی محسوسه. اینو دیده میشه. بله. تو پرده بزرگ خیلی محسوسه که این داره له میشه تحت این فشار اطلاعاتی که داره میگیره. خب یه مقدار راجع به اون شخصیت سیاسی صحبت کنیم. چقدر با اون احساس نزدیک کردی با اون شخصیت سیاسی؟ بله با تو هم نمیشه. تو ما رو نمیبینی، ما به تو نگاه میکنیم تو ما رو نمیبینی، برای همین جواب نمیدی. من الان صدا میزنم. نه آره. برای اینکه حرف میزنیم من به حرفاتون دارم فکر میکنم. از اون دختر عجول یه ذره چند سال پیش یک ذره به اهل گوش دادن رسیدم بیشتر از اینکه بگم.
آقای جیرانی، چون این سالهای اخیر به خصوص خواسته یا ناخواسته، حالا باز الان یکم کمتر زمانی که ایران بودم بیشتر درگیر موضوعات سیاسی به هر حال به هر شکلی می شدم و می شدیم هممون، برام خیلی دور از ذهن نبود و وقتی که جای اون زن نشستم فکر کردم که چقدر از زنهای اون تاریخ کاری به اون تایتلی که توش بودن و اون حالا گروه ها و اسما ندارم، چقدرشون به ناچار در این مسیر افتادن و چقدر از اونها عشقی رو از دست دادن، مرگی رو جلو چشمشون دیدن و چقدر بیرحمه این جنس از زندگی. حداقل برای من به این شکل رسیده که زندگی سیاسی زندگی بیرحمه است. کاملا درسته، زندگی سیاسی کاملا بیرحمه و چقدر فضای خوبی در اومده. این قسمت رو من خیلی دوست داشتم، یعنی من دارم با تو صحبت میکنم، این قسمت خیلی دوست داشتم، قسمت خیلی تاثیرگذاری بود، به ویژه وقتی که تو ماجرای گذشته رو مطرح کردی و یک ملودرامی سر یک میز با دو تا آدم شکل گرفت و چقدر ملودرام خوبی بود، یعنی یک ترکیب عشق مثلثی که در گفتار پیش اومد و چقدر خوب بود و چقدر بازی خوبی بود. حالا برم به یک نقطه دیگه برسم. یک صحبت از یک اسخر نقی‌زاده میشه، ابراهیم اسخرزاده که تو هواپیمای توپولو فوت کرد. اون فیلم مستند ساخته شده؟ ما خودمون ساختیم. خودتون ساختیم. البته اسم اون فیلم مستند در واقع ابراهیم در آتشه، ما توی فیلم اسمشو گذاشتیم ابراهیم به روایت تصویر. اونجا ما راویمون سحر دولتشاهی بود در اون فیلم و حالا به دلیل اینکه اون در واقع اون روحانی از تو دل اون فیلم مثلا اومده، اون ماجرا واقعیه، ماجرا واقعیه. بله بله، یه روحانی خواب دیده واقعا. بله بله، وقتی ابراهیم مسخرزاده هواپیماشون سقوط میکنه به دلیل اینکه چون راشای مستند اون موقع هست که انقدر هوا برفیه حتی هلیکوپترها که میرن نمیتونن ارتفاع کم بکنن و بتونن اجساد رو پیدا بکنن و این پیکر ابراهیم اسخرزاده پیدا نمیشه. یک روز یک روحانی در مشهد، همسرشون هم بسیار بیقرار بوده. بله. خود بگو دیگه. نه. شما روحانی در مشهد بیدار میشه، خب میگه تو این هواپیمایی که سقوط کرده یه آدمی به اسم ابراهیم اسخرزاده است. بعد میرن میگن تحقیق میکنن میگن آره. میگه بریم به همسرش بگین که دیشب به خواب من اومده و اون حکایت رو تعریف کنه. چه حکایت خوبی. پس واقعیه. بله. 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 و من از همینجا بگم که بازی حجازی فش شاهکاره تو این نقش. خیلی خیلی خوبه. درجه یک بازی شاه. یعنی هر جا هست بهش تبریک گفت. یک روحانی بدون کلیشه، بدون اغراق، درجه یک و درستی در آورده. بله. و چقدر پایان خوبی هم داره اون چیزی که میگه من خواب دیدم فقط برای خواب. برای نقش سه بار تست گیریم شد هادی حجازی فر. چون دو بار ما روی این روحانی توافق کرده بودیم. ولی گریمه به دل هادی حجازی فر نمیشست به دلیل اینکه راکورد گریم داشت برای فیلم ماجرای نیمروز. دیگه یه روز طراح گریم گفت من تا ریش این رو خودم رنگ نکنم نمیتونم اون چیزی که شما کامران خلج بله بله کامران خلج. بعد رنگ کردیم، هادی اومد لباس رو پوشید، یه چند ساعتی جردن هم بودیم، رفت چرخش رو زد اومد گفت من اینو پیداش کردم، پیداش کردم و واقعا خودمو خیلی راضیه. چه خوب پیدا کرد. و خیلی هم ارتباطش به نظر من با خانم افشار ارتباط درجه یکی بود. آخه قبلش من یه تسبیح هزار گره رو براش باز کردم. اینم یادتون نره. چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ یه دفعه دیگه بگو. آخه حادی یه تسبیح ازش بود. قبل از اینکه شروع کنم پلانا رو بگم، من حادی داشتیم تمرین می‌کردیم، حرف می‌زدیم. این تسبیح پر از هزار تا گره بود. تسبیح بود یا زنجیر؟ تسبیح. تسبیح. آره اینقدر گره. من که از تفریحات برای تمرکزم اینه که حالا یا تناب یا بند یا زنجیر که خیلی گره تو گره رو شروع میکنم باز کردن و اصولا هم اوزام خوبه چون بچه ها یادشونه. گفتم هادی اینو بدش به من، من اینو گرفتم باز کردم و هادی خیلی شوک شد و بچه هم فکر کنم یادشونه قشنگ. یعنی کلا حالا من با هادی فیلم بازی کردم غیر از این فیلم. هادی بسیار پارتنر خوبیه آقای جیرانی، بسیار آدم اهل بدبستونیه. بله و تو این نقش بسیار کوتاه بسیار عالی تر از همه این نقش هست. خیلی دست در نکنه. بسیار از همه این نقش هست. من خیلی خوشم آمد این سکانس هادی و بازی که کرده بوده اینا. ابراهیم اسخرزاده چقدر میشناختی؟ والا من فکر میکنم اگر که من و کیوان الان اینجا نشستیم یکی از دلایلش ابراهیم اسخرزاده است. برای اینکه ما اولین فیلم کوتاهی که میخواستیم بسازیم یه فیلم نامه نوشته بودیم به اسم کویر آینه ها که تو کویر اتفاق میافتاد، از این داستان های سورئالیستی عجیب غریب و اینا.
بعد یک دوستی به ما گفتش که من یه آدمی رو میشناسم به اسم آقای اصغرزاده، ایشون به من گفته که اگر کسی میخواد فیلم کوتاه بسازه الان انجمن سینمای جوان طرح میپذیره. با من آشنام با آقای آفریدن. بعد خلاصه ما هیچ شناختی نداشتیم، ما در واقع اون دوست اون واسط یه قراری گذاشت، ما یه روز رفتیم روایت فت، بعد خیلی با خوشرویی در واقع ایشون ما رو پذیرفت، همون روز ما رو با طرحمون برد انجمن سینمای جوان و همون روز در واقع کار ما رو راه انداخت و قرارداد بست. آره، ظرف دو سه روز ما رسیدیم به قرارداد و اون فیلم ساخته شد. یعنی در واقع اگر شاید ما اون فیلمو نمی ساختیم، اون فیلم کوتاه هیچ وقت تشویق نمی شدیم این مسیر رو ادامه بدیم. خیلی خودمون رو مدیونش می دونیم. ابراهیم اصغرزاده باش در دوست شدین از این تاریخ اومد دیگه. فاصله که ما یک سال بعد ابراهیم اصغرزاده سقوط کرد هوا به ماش. یعنی ما سر فیلم برداری فیلم چشمنداز های سیاوش آباد، فیلم بعدی من و امید بودیم که فیلم مستند بود، من تلفن زدم گفتم داریم یه کار مستند کار میکنم، گفت چقدر خوب به مستندم علاقه دارید و اینا. چند روز بعدش متاسفانه بله خدا بیامرزش خیلی مرد شوخ با سواد با شعور و چقدر خوب با صفا بله با صفا و چقدر خوب بود. و آخرین بار با من یک 6 ماه 3 ماه قبلش با من تلفنی صحبت کرد، با هم شوخی کردیم و یادش بخیر. بله، تا جرانی تو پرانتز هم یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم، هنوز که هنوزه من و امید وقتی به یک بحرانایی تو کار میخوریم، یک دفعه ابراهیم اصغرزاده به خواب ما میاد، بعد مثلا به من و امید یه روز من خوابش رو دیدم، صبح اومدم گفتم امید بگو دیشب خواب کی دیدم، گفت باز خواب ابراهیم اصغرزاده رو دیدی، گفتم آره، گفت خب پس مشکلمون حل میشه. واقعا هنوز که هنوزه دست حمایتیش رو پشت سرمون احساس میکنه. چه احساس خوبی، خیلی از تاشای این فیلم از زندگی شخصی ما اومده در واقع. چه خوب کارگردانان زندگی شخصی شما اومده. بله بهش توضیح میدیم میرسیم بهش توضیح میدیم. خب مهناز عزیز، پیرولایی که بازی کردی تو این فیلم که همشون خوبه، دلبستگی تو به کدومی که بیشتره؟ اگر که صدای منو داریم؟ بله بله. اگر بخش عاطفی خیلی مهناز رو بخوایم بدونیم، اون بخشیست که با پدرم بودم، برای اینکه بچه‌ها یادشونه، یعنی من تمام اون لحظه انگار که با پدر خودم داشتم اون لحظات رو طی می‌کردم و چقدر نازنین مردی است این بزرگوار و چقدر بازیگر خوبی هستن. کی؟ فرخ نعمتی. فرخ نعمتی بله. فرخ نعمتی هستن واقعا نهایت، آدم فکر می‌کنه با یک نمادی از جنتلمنی است واقعا مواجه است، انقدر آرامش و صدای زیباش. اون صحنه عاطفی، اون صحنه و بخشی از گیلدار رو خب خیلی از لحاظ احساسی باش درگیر شده بودم، حالم خیلی خوش بود. بخوام به شما بگم تفکیک کنم راستش رو بخواین، خود گیلدا است، چون گیلدا همه اونا بود و من معتقدم حس من اینه، من مهناز افشار همه اونایی که بازی کرد رو میتونه بخشش در وجودش باشه. اون مشکلی که برای گیلدا پیش اومده بود، اگه تو الان بخوای با گیلدا کمک کنی چجوری کمکش میکنی؟ کدوم مشکلش رو؟ مشکلی که رفته بوده تو مهمانی و حالا نمیتونه کار کنه. بله، وقتی که اون صحنه که خیلی عجیبه دیگه آقای جیرانی، اصلا همین میشه که من شوک میشم، به دلیل اینکه اون موقع من هنوز نه اتفاق خاصی برام افتاده بود و کار میکردم. واقعا وقتی که اونجا با همون لحن برگشتم گفتم، یعنی به خاطر همه اینا معلوم ممنون کارم، واقعا انگار که قرار بود که همین الان برگردم بگم که به خاطر هیچی آدم ها میتونن ممنون کار بشن، چون عکس و یعنی زمان هی میره جلو دیگه و تو فکر میکنی نه، من اگه جای گیلدا بودم و به خاطر اون عکس ممنون کار میشدم، نمیدونم آقای جیرانی چی کار کرد. چجوری کمکش میکردی به گیلدا رو؟ تو فرض کن گیلدا نیستی، تو که مقای یک دوست گیلدا هستی، به گیلدا میخوای کمک کنی، چجوری کمکش میکردی که از این مشکل بیاد بیرون؟ بهش تلاش میکردم که بهش میگفتم و کمکش میکردم اول بمون و دوام بیار و حلش کن، ولی اگه جایی که دیدی قدرتو نمیدونن و اگه دیگه نمیدونن برو. چرا بره؟ معلومه که قدرتو نمیدونن. ما قدر شما رو میدونیم. نه، این نکته رو بگم که همه قدرتو میدونن و این اصلا این واژه، من گفتم کمکش کن به خاطر که داری به خودت کمک میکنی. بله، یعنی کاری که میخوای بکنی باید به خودت کمک کنی که برگردی اینجا و در واقع
اینا میخوان فیلم بسازن و اینا ول نمیکنه. اصلا مگه شما فکر کردین که من میذارم یه تعدادی از شما اصلا که فیلم بسازین بدون من؟ ما دیگه میخوایم حتما برگردیم و این نکته که گفتم خودم نیستم، انرژیام که هست. خب اون بخشی که به کارگردان آخر و گیلداز که بخش خیلی بد میخوره به بخش شوهر گیلدا، اون بخش تمام کننده خیلی خوبیه برای فیلم در واقع. اولا بگین چقدر شباهت کارگردان با خودتون از کجا میاد، چرا و چگونه، اینو توضیح بدین تا بریم بعد. اینو قرار شد که شما توضیح بدید. من و امید اولین فیلم سینمایی که میخواستیم بسازیم اسمش بود شبانه. فیلمنامه رو نوشتیم و دوستی که همکلاس من و امید بود و تو دوران فیلم کوتاه به من و امید کمک میکرد، شبنم، کنار ما بود، با هم فیلمنامه رو نوشتیم، پروانه ساخت گرفتیم و قرار شد شبنم نقش اصلی رو بازی کنه. شبنم طولویی؟ بله. یک هفته، 10 روز پیش تولید گذشته بود، یک روز تهیه کننده ما رو صدا کرد، گفتش که ارشاد کارتون داره. رفتیم و گفتن که ایشون نمیتونن کار بکنن. ما اومدیم یه 2 روزی هی چیکار کنیم چیکار نکنیم، بالاخره به شبنم گفتیم. شبنم گفت بذار من برم خودم صحبت کنم. رفت دیگه. بعد از 1-2 روز شبنم اومد گفتن که ببین ممکنه 2 روز دیگه حل شه، ممکنه 6 ماه دیگه حل شه. دقیقاً دیالوگایی که تو فیلم شد. دقیقاً. بعد ما گفتیم ما فیلمو نمی‌سازیم. شبنم گفت نساختن این فیلم کمکی مگه به حال من میکنه؟ همین دیالوگی شما. دقیقاً. معناز دیگه. دقیقاً. بعد گفتیم که نه و فلان و اینا. شبنم گفتش که باید بسازید. فقط یک شرط گذاشت. گفت جای من هدیه تهرانی باید بازی کنه. اون موقع هم هدیه سوپر استار سینما ایران، من و امید فیلمساز اول، گفتیم خب قرار نسازیم. گفت نه، من میدونم که میرید راضیش میکنید. که من و امید با هدیه قرار گذاشتیم، رفتیم شرایط رو بهش گفتیم. بعد گفت شما مگه پول دارید که به من بخواید دستمزد بدید؟ گفتیم نه، ولی دوستمون گفته تو باید بازی کنی. گفت من میام. هدیه اومد و بعد از 10 روز که فیلم برداری گذاشته بود یک نامه برای شبنم نوشت. گفتش که یه روزی من رفتم تئاتر بیژن و منیجر رو دیدم و یک بازیگری توش بود به اسم شبنم طلویی. وقتی من اون تئاتر رو دیدم با خودم گفتم یعنی یه روزی منم میتونم یه بازیگر خوبی مثل این آدم بشم. بله. و من افتخار دارم میکنم که دارم تو فیلمی بازی میکنم که تو قرار بود بازی کنی و من دارم جای تو بازی میکنم. چه نامه خوبی. این پس از این اومد تو، از اون فیلم اومد تو اینجا دیگه. بلد. از اونجا اومد بلد. تو این فیلم. تو میدونستی این داستانو؟ مهناز تو میدونستی؟ نه، این داستانو به من نگفته بودن، خیلی کار بدی کردم. دیگه یه چیزایی هم برای موقع اکران و مصاحبه بعد نگه می‌داشتیم. بله، ولی من درسته گفتم یکم آروم‌تر شدم، بیشتر شنونده شدم، یه ذره جنگجویی کمتر شده، ولی هنوز همونم. حالا شکل واکنشم شده. نه، منم همین الان شنیدم، ولی واقعا برام جالبه که بگم که به شدت اعتقاد دارم چقدر همه ما مثل یک زنجیر به هم وصلیم. خوب و بد هممون وسیله این واقعا تو زندگی هم. خیلی برام جالب بود. و بعد شبنم طلویی دوست بسیار نازنین من الان و من بسیار دوستشم. من یادمه که کلپتا رو ازش دیده بودم و همیشه تو ذهنم بود. و شبنم و هدیه و هدیه‌ای که من رو باعث سبب آشنایی من با بچه‌ها میشه و بعد من میشم بازیگر یک فیلمی که دوباره تهش الان میگم خودم منقلب شدم. پایانش میشه همون شبنم. نمیخوام آدم خرافاتی باشم، ولی به شدت به انرژی و اتفاقات واقعا که در یک فضای کائنات میفته به شدت معتقدم. الان یادمه که جمله و گیلدا یک چیزی که میگه همون شخصیت منه، چون دلش نمیخواست به خاطر مشکلات خودش دیگران دارین منو؟ بله. به خاطر مشکلات خودش کسی از کار و از روزی بیفته، چون معتقد بود که اون فیلم باید ساخته شه در صورتی که مثلا این قصه شبنم رو نمیدونستم. و خیلی برام جالب بود. مرسی. راستی مهناز شبنم هم فیلم رو دیده بود، وایس فرستاده بود برامون که مهناز افشار درخشان بود در این فیلم. عزیزم، انقدر که این دختر بزرگه واقعا. بله. تیکی آخری فیلم منو یاد فیلم لالالند انداخت. اون موقع لالالند ساخته نشده بود. واقعا اون موقع لالالند، منم خواستم الان همینو بگم. آره، یعنی تیکی آخر منو یعنی اون سکانس بی‌نظیر لالالند انداخت. بله. که زن میره توی کافه و مرد رو میبینه و مرد در تخیلش
تمام ماجرا رو دنبال میکنه. آه. و چقدر این سکانس شاهکاره. بله. و اینجا این سکانس درش پس اون موقع شما قبل از لالالند این فکر کرد؟ بهتون تبریک میگم. یعنی خیلی خوبه لالالند از روی دیگه داستان. ما نمیدم چجوری ما یه همچین آدم هایی هستیم. چون ما اعتقاد داریم که قدرت آرتیسته که میتونه تمام مرزها رو بشکونه. همون جوری که من یکی از دلایلی که فیلم پیانیست رومن پولانسکی رو دوست دارم اینه که تمام بلاهایی که سر اون کاراکتر میاد تاش میشینه دوباره پشت پیانوش و ساز میزنه. بله. وقتی که تو قدرت تخیل داشته باشی هر مرزی رو ازش رد میشی و گیلدا وقتی که به این بحران میخوره خودش فیلم اونجوری که دوست داره تخیل میکنه و میسازه. خیلی کار بعدی کردی که ایوا من میخواستم اینا رو بگم. خب در مورد پایان صحبت کن. پایان خیلی خوبیه فیلم. من همینه میخوام بگم برای همینه که هی میگم این فیلم نکنه منو میخواسته به من یه پیغامی داده برای الان. واقعا این که ما در ذهن خودمون و در رویای خودمون به عنوان یک هنرمند یا هر انسانی که قدرت تخیل داریم، به نظر من تمام آدم ها که اجازه دادن تخیلشون زندگی کنه خیلی آدم های موفقی هن. چون در واقعیت شما ممکنه در حقیقت زندگی خیلی اتفاقات خوشحالت نکنه و قطعا حتی بهت آسیب زیادی بزنه. اینکه ما به عنوان یک انسان و بشر قدرت تخیل داریم و به خصوص هنرمندا که باید بیشتر این قدرت رو به نظر من تربیت کنن برای این خلاقیت و به وجود آوردن، من واقعا نفس آخری که گیلدا در روی زمین کشید رو من خودم گاهی در زندگی میکشم. یعنی خودم قسم رو یا قصه هایی که آزارم داده رو خودم اونجوری که دوست دارم تمامش میکنم و ممکنه برای بعضی بگن این چه اتفاقیه، ولی واقعا روان آدم رو و روح آدم رو ترمیم میکنه و یک مرهم بزرگی خلاقیت و این تخیل کردن. بسیار درسته. خلاقیت اصلا کل فیلم تخیل و خلاقیت ها. بله. بله. یعنی مجموعه فیلم خلاقیت غریبی داره. فرم از اول با قصه اومد براتون؟ بله. یعنی چیزی رو که ما توش پیدا کردیم یکی از چیزایی که این بود که قبل از اینکه حتی وارد پیش تولید بشیم مقبول بحث رنگ فیلم بود که یادم با آقای پورصمدی چند جلسه نشستیم که می‌خوایم نشستیم حتی چند تا کار وودی آلن رو که ویتوریو استرا رو فیلم برداری کرده بود دیدیم. بعد گفتیم می‌خوایم به یک همچین چیزی برسیم. بعد رفتیم به اجراش فکر کردیم. فکر کردیم که اگر بخوایم نئون استفاده بکنیم هزینه‌اش خیلی میره بالا. بعد باز دوباره راه حل پیدا کردیم که اومدیم یک پنلای رو با SMD و اینا این دوستی که اومد طراحی کرد خودش وصل کرد به سقف، ما هر شب به یک رنگ می‌رسیدیم. آخرش هم خودش این پنلا رو برد با یک رقم کمتر از ما خرید. یعنی من می‌خوام اینا رو دارم توضیح میدم، شاید چند تا بچهای فیلمساز جوونم بخواد دارن بحث ما رو نگاه کنن، که هیچ مانعی نباید جلوتون باشه. بعد تمام موانع رو با راه حلی که پیدا می‌کنید حلش کنید. آجرین ما تصمیم گرفتیم که قصه هایی که تو ذهن مهنازه همش دوربین و سپایه باشه، غیر از اپیزود اول که اونم چند تا حرکت دوربینش به خاطر فیلم‌های آقای بیضایی بود. به خاطر همین تو قصه مثلا مولود این دوتا شخصیت تو جمعیتی که قرار گرفتن هی آدما تو فورگراند اینا قرار میگیرن و اینا رو به اینا تحمیل میکنن. تو قصه حمید پگاه اصلا این شکلی نیستش، دوربین هیچ موقع آدمی دیگه تو فورگراند نیستش، یه شکل دیگه دکوپاژ شده ولی همچنان دوربین رو سپایه است. تو قصه شفیجم دوربینه یک مقدار وایریستیک نگاه میکنه، چشم چرانی میکنه. این کاراکتر شفیجم با گوشی موبایلش و اینا هی داره ازش فیلم میگیره و چشم چرانی میکنه. اینا چیزایی بود که پیدا کرده بودیم و میگفتیم اولین باری که دوربین شروع کنه حرکت محسوس باید تو قصه هادی حجازی فر باشه، که وقت این آدم با اون لباس تو یک فضای کاملا نامانوس این دوربینه عین سرگیجه‌ای که خود این آدم در حقیقت دوچارش شده. ما برای همه اینا واقعا فکر کردیم. باز میگم اینو برای بچه‌هایی که علاقه‌مندن به سینما، ما به دلیل کمی باجتمون حتی رج لنز میزدیم آقای جیرانی. مثلا میگفتیم لنز 135 مال قصه حمید پگاس و برای اون دو سه روز لنز 135 می آوردیم و بعد خلاص میکردیم و میرفتیم سراغ لنز بعدی. بیچاره من اقتصاد رعایت میکردم برای همه باید راه می اومدم. اینم لطفا لحاظ. بله. بعد شما میگم من باید برای همه هم راه می اومدم. بعد شما حساب کنید لنز 135 عمق میدان اصلا نداری، شب لنز، بعد مهناز باور کنید نقطه فوکس بین بینی و تخم چشم اینقدر با هم نزدیک بود، یعنی یه ذره جابجا میشد، و بازیگری که بتونه تو لنز 135 اینقدر حساش هم کنترل شده دقیق و درست، به نظرم اون چیزیه که میتونیم در مورد مهناز و این فیلم حرف بزنیم.
فرم هم عجینه به قصتون، یعنی فرم و داستان با هم عجینن و خیلی خوبه، یعنی ساخته. البته توی شهر قصه هم شما با این فرما کار کردین، ولی اینجا من دیدم چه کامل شده همه فیلم ها دارم میبینم. من بودم آقای جایی. اصلا جدا نشینا، یعنی فیلم بعدی رو با هم بسازیم. فیلم بعدی اسمش هست 28-88. ندیدی 28-88؟ 28-88. فیلم روز اول جنگ شروع میشه و پایان جنگ تموم میشه. فیلم تمام شخصیت‌های مابعضای واقعی هستن، خلبان‌های دوره جنگ و نیروی پدافند زمان جنگ، و بدون اینکه یک تیر در فیلم شلیک بشه می‌خوایم 8 سال جنگ رو روایت کنیم. چه خوب. یه کار تجربه گرایی صوتی عجیب و غریبه. من لو نمیدم سناریوی ترتون رو خوندم، لو نمیدم. انشالله که موفق باشین جفتتون. و من توصیه میکنم ببینندگان عزیز حتما فیلم در واقع گیلدار ببینن. هم فیلم خوبیه، هم مهناز خیلی خوبی تو فیلم هست، و هم همه بازیگرها خوبن. من اسم من از همه بازیگران مردتون، اگر هادی آقای کمیلی، حامد کمیلی و دیگر دوستان شادی فرد و دیگر دوستان که الان حافظم از زمین، همه بازیگران مردتون خوبن و چقدر فیلم بردارتون خوبه. بله. فیلم بردار همیشه تونه دیگه. بله آقای پورصمدی استاد من امید. من امید اولین کاری که دستیار آقای اصلانی بودیم آقای پورصمدی فیلم بردار بود. و آقای پورصمدی استاد من امید بود، چون به من امید آموخت مقوله رفتار در سینما رو. واقعا رفتار حرفه‌ای رو مدیونه ایشونی. چه خوب. خواننده تیتراژ کیه؟ ماکان اشکواری. چه خوب بود اون تیتراژ. بله بله بله. فوق‌العاده. ایده تیتراژ مال یک دوستی بود که اسمش رو خوندم من یادم رفت. بله با هم تدوین کردیم. سیاوش پورخلیلی که شما داور جشنواره بودید پارسال کاندیدش کردید. آره. برای تدوین. آره خیلی خوب بود، یعنی تیتراژ خیلی خوبی داشت. اسمم ببرم از تیتراژ. مناز ما منتظریم تو برگردی. تاریخ میدی برگردی؟ تاریخ الان نداری برای برگشت. میام خواهم بریم فیلم بسازیم. آره با من اینجا نشستم برای اونه که میخوام بیام بیرون فیلم بسازم. فقط اونجا فیلم بازی نکنی ها، یعنی فیلم غریبه ها رو بازی نکنی ها. نه فیلم مشکل چیز نیست، مشکل ها. نه فیلم های اینجا فیلم هایی کار میکنم که یک اعتباری رو به اسم مهناز افشار و سینمایی که ازش اومدم اضافه کنم. خیالتون راحت باشه. ما به هر حال خیلی خوشحال میشیم که برگردی و باز ما با تو فیلم بسازیم. اینا هم میخوان فیلم با تو بسازن و در واقع خیلی خوشحال شدم که آمدی و صحبت کردیم. مرسی. و خوشحالم که سر قبراق و سرحالی و دلم میخواد همیشه قبراق و سرحال و خوب باشی، سلامت باشی. دختر خیلی ممنون. بله لیانا هم خوبه، داره درس میخونه و همراه منه، مثل دوست منه، یعنی همه چیز رو درس میشه گفت جبران میکنه. من فکر میکنم درس میشه گفت آخر برنامه است. من هم خیلی اولا از شما ممنونم. شما همیشه در همه این سالها، خودتون میدونید من با سینمای شما وقتی که بزرگتر شدم عاشق سینما عاشقتر شدم و ادامه دادم تا زمانی که فرصت پیدا کردم جلوی دوربینتون قرار بگیرم. هیچ حسرتی به اون شکل ندارم، چون فکر میکنم جز نسل ما، جز معدود نسلایی هستش که دو دهه رو در بهترین شرایطی که در اختیار داشتیم حداقل سینما رو تجربه کرد با بهترین بچه ها و کارگردان ها و عوامل سینما. واقعا شاید دو سه تا اسمن که من همیشه میگم ای کاش خب اینها هم در کارنامه من بودن. خیلی حسرت آنچنانی ندارم، خیلی افتخار دارم به تمام مسیری که طی کردم با همه حتی اشتباهات و نقاط قوت و ضعفش. شما بدونین ایران تا ابد وطن منه، من بازیگر زن ایرانم، هرگز این از ذهن من نخواهد رفت. بدونین اینجا دارم یه چیزایی رو به خودم اضافه میکنم و گیلدا فیلمیست که من وقتی دیدم فکر کردم که چه تراپی بزرگی بود برای من و چه مرور جالبی بود برای این دو سال اخیر زندگی من در خارج از ایران. خیلی از همتون ممنونم. خیلی متشکرم. خیلی خیلی ممنونم. آرزوی سلامت، خوبی و خوشحالی برات دارم. من ازت خدافظی میکنم. متشکرم. امید کیوان خدافظ. میبینمتون. حالا اینم برای دور اشکالی نداره. خب من میخوام برای پایان هر کدوم میتونی یه جمله راجع به مهناز افشار بگی به عنوان بازیگر.
والا آقای جیرانی در مورد فیلم گیلدا بگیم، واقعا دشوار بود چالش اجرای این نقشای متعدد توی لنزای تله و با وسواسی که من و کیوان داریم نسبت به جزئی ترین میمیکا، یعنی مثلا ما تکرار میکردیم یه وقت یه برداشته رو بازیش عالی بود مثلا میگفتیم خیلی خوب بود، بعد گفت نه یه جوری گفتین خیلی خوب بود، من مثلا میگفتم که ای کاش مثلا این لرزش لبت مثلا یه ذره کمتر بود، بعد میگفت تکرار کنی، یعنی خستگی نمیشناخت و واقعا یه شبی دیگه تفلکی چیز شد، اصلا بیهوش شد، انقدر زحمت کشید. آره یعنی کار به درمونگاه و اینا کشید، واقعا انرژی گذاشت و واقعا خودشو خیلی میسپره، خیلی اعتماد میکنه، خیلی پرتلاشه، خیلی زحمت کشید برای این نقش و ما و من امیدوارم که واقعا ما استعدادامونو و چهره های محبوب در واقع عرصه دانش و هنر و فرهنگمون رو به راحتی از دست ندیم. یعنی من فکر میکنم که مطمئنن تو نسل‌های آینده بسیار بازیگرای خیلی خوبی خواهیم داشت، ولی آدمی مثلا مثل خانم تسلیمی بی تکراره و چقدر حیفه که سینمای ایران محروم از حضور ایشون، یا خانم آقداشلو یا خانم طلویی یا همینطور مهناز عزیز، و امیدوارم واقعا یک شرایطی به وجود بیاد که ما بتونیم توی یک فضای سالمی فقط کار فرهنگی بکنیم بدون هیچ پارامتر و هیچ فیلترهای در واقع فرامتنی دیگری. من یه تصویری هم مهناز دارم از فیلم شبانه روز که سه روز پا برهنه کف خیابون دوید و خسته نمیشد و هر بار که میگرفتیم اگر اوکی نبود دوباره تکرار میکردیم برای یه سکانس یه دقیقه. بعد واقعا سه روز پا برهنه دوید. به نظر من واقعا باید احترام بذاریم به کسایی که کارشون رو دوست دارن. متاسفانه آقای جیرانی فضای کار ما پر شده از خیلی از آدمایی که کارشون رو دوست ندارن و آدمایی که کارشون رو دوست ندارن دارن غمگین میشن. من تو جشنواره گفتم کارشون رو دوست دارن کسایی که کارشون رو دوست دارن دارن غمگین میشن. من زمان جشنواره و سینما شهر قصه گفتم چرا باید فریدون گله تو خونه دق کنه؟ اگر کار میکرد مطمئنا دق نمیکرد. چرا باید مثلا خانم نوری کسرایی تو خونه بمیره و کسی ازش خبر نداشته باشه؟ چرا بیزایی اینجا نباشه؟ چرا آقای بیزایی اینجا نباشه؟ ما همین من یک مصاحبه اخیرا ازش دیدم خیلی تلخ بود مصاحبه که دیدم. چرا بیزایی اینجا نیست و فیلم نمیسازه؟ دقیقاً شما همین الان این فیلم نامه‌ای که تو گیلدا در موردش صحبت میشه آینه های روبرو، اگر آقای بیزایی این فیلمو ساخته بود به این گنجینه سینمای ایران یکی از اولین فیلمنامه‌ای که بعد از انقلاب در اومده خیلی فیلم و هنوزم درخشانه خب چرا ما داریم آسیب میزنیم؟ چرا باید واقعا این آدما رو طرد کنیم یا خونه نشینشون بکنیم؟ من وقتی که شنیدم فیلم شطرنج باد آقای اصلانی یک دفعه از اون ور تا بهش توجه شد اینجا بهش علاقمند شدن، میگم اگر همون موقع به آقای اصلانی توجه کرده بودید و آقای اصلانی تونسته بود چند تا فیلم دیگه بسازه، گنجینه سینمای ما غنی تر شده بود. و چرا ما این کار رو نمی کنیم؟ چرا همیشه نخبه هامون رو خونه نشین می کنیم و وقتی که مردن چرا کسی در مورد آقای تقوایی صحبت نمی‌کنه؟ اگر الان دارید صحبت میکنید آقای تقوایی موقعی که تو اوج بود میتونستید کمک کنید فیلم ساخته الان بشه. امکان داره یک آدمی نتونه کار کنه. بله. ما زمانهایی رو از دست دادیم برای اون آدم. دقیقاً. مهم اینه الان نبینیم که مثلا آره ما باید برگردیم به 20 سال پیش 15 سال پیش که کارگردان نتونسته فیلمش کار کنه. و اگر آقای تقوایی ساخته بود، اگر ما امیر نادری رو نرفته بود نمیرنجوندیمش و امیر نادری اینجا کار میکرد، باز ما گنجینمون پربارتر بودش. میتونن آدم ها برن تجربه کنن و برگردن، ولی ما هی داریم آدم ها رو طرد میکنیم و وقتی که طرف میمیره دیگه چه فایده ای داره؟ یه ویدئویی هستش در مورد آقای کیارستمی و فیلم طعم گیلاس که مردم از دوربین سالن سینما که میان دوربین پرسن نظرتون و مردم دارن ناسزا میگن و بعد آقای کیارستمی وقتی میمیره میشه استاد، دیگه به چه درد میخوره؟ ما موقعی که اینا زندن بهشون احتیاج داریم باید کار بکنن. من فقط امیدوارم یک روزی مردم ما بیشتر کتاب بخونن، بیشتر فیلم ببینن، تئاتر ببینن و موسیقی خوب گوش کنن که بعد کمک میکنه آدمهای نخبه بتونن راحتتر کار کنن. کاملا درسته. خیلی متشکرم. بازم بهتون تبریک میگم. فیلم بسیار خوبیه. به همه میگم که این فیلم ببینن. یعنی خیلی فیلم تاثیرگذاریه، خیلی فیلم درآمدیه، خیلی فیلم خوش ساختیه. امیدوارم برای فیلم بعدی هم جفتتون موفق باشید. با همه موقع مخلصیم. من فقط برای یه چیزی بگم که برای کیوان می‌خواستیم این فیلمو تقدیم کنیم به آقای بهرام بیزایی. به خاطر ارادتی که
و اجازه هم گرفتیم از اون بخش فیلم نامشون استفاده کردیم. چه خوب. بله. چه خوب. یعنی بدون اجازه واقعا نبود. آقای بیضایی توی فضای مجازی مصاحبه کرده، با به صورت فضای مجازی مصاحبه کرده، بسیار حرفای بسیار بسیار خوبی تو مصاحبه رد بدل شده و یه تیکاش هم الان تو فضای مجازی داره میچرخه. خیلی تقدیم خوبی کردین. من از شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنون. از بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما رو دیدن متشکرم. شب بخیر. مرسی. مرسی.